برگشتیم در حضور شما بیننده های عزیز در بخش آخر برنامه صبح فردا قرار داریم و در این قسمت هم آقای ادریس واجد با خود ما داریم، یک تن از روانشناسان، و در رابطه به این صحبت میکنیم که ما چگونه با اطفالمون رفتار داشته باشیم و چقدر تاثیر میگذارم رفتار سایر اعضای خانواده روی طفل ما. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. بار سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز شما، امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشم. سلامت باشین، ما خرسند هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم. قبل از اینکه بپردازیم که ما با کودک ما، با طفل ما چگونه صحبت کنیم، بیم در رابطه به شخصیت خود طفل صحبت کنیم. درست، اولتر از همه باید یادآور شویم که وقت یک طفل به دنیا میاد، خانواده عزیز باید اینو بدانند که یکی و یک بار همه چیز در وراثت و در خون از اون نیست. بله. تمام خواص، رفتار، بعضی چیزها هست که در ژنتیک طفل مشخص میشه، ولی بعضی چیزها هست که باید پرورش داده شوه و بعضی هایش هم باید یاد داده شوه برش. اما در کل 3 الی 4 عامل اساسی از بدو تولد در شکل دهی شخصیت طفل اهمیت داره و مهم است. یک طفل از 1 تا 3 سالگی 30% شخصیتش تشکیل میگیره و شکل میگیره و از 3 تا 5 سالگی 50% باقی مانده، یعنی از 1 تا 8 سالگی یک طفل 80% شخصیتش مکمل میشه، باقی عمر با اونم 20% شخصیت میمونه که او باز قابل اصلاح و تغییر است، ولی 80% اما پایه های بنیادین شخصیت طفل در 8 ساله اول شکل میگیره. اولین عاملی که در شخصیت یک طفل رول مهم داره او ژنتیکش است و وراثت است، قانون وراثت که از والدین، از پدر، از مادر یا از هر آن کسی که در او خانواده زندگی میکنه، بعض عادات و خواص بر ارث میبره. این یکی از اساسی ترین عامل در شکل دهی یک شخصیت است. دومین عامل که است او برداشت های خودی مغز است، یعنی چیزی را که طفل همش اکثرا یک مقوله داریم، ما یک رسم و گفت عامیانه داریم که جلوی طفلتان یا مراقب باشین که اعمال و افعال ناخلف انجام نتین. حالا که طفل حرف زدن نمیتونه، کوچک از خورد از 1 2 3 نه سر زبان آمده یا هر مرحله سینی، اما او یک عکس العمل های بیرونی در مغزش خودش ناخودآگاه ثبت میکنه. بله. و اکثرا وقت ما بسیار مواقع پیش میه که طفلا رو وقتی من میبینم میگن که بسیار امی طفلک گپای کلان کلان میزنه. حالا که میگه کی یادت داده برد؟ کی گفته؟ حالا که برداشتای خودی مغز از اوست. بله. از هر جا و هر شخص و از هر راهی که برای او انتقال شد او میگیره. سومین عامل که بسیار مهم است و رول داره محیط پرورش و محیط بیرون است. محیط یعنی بیرون مغز آدم، محیط که مقابل امی ارگانیسم زنده قرار داره. این طفل اگر در کرون خانواده است، در محیط خانواده است، این هم از اعمال و افعال الگو گیری میکنه و اونا برای زیاد میتن، و اگر در مکتب، کودکستان یا هر جای است. بله. در کل اساسا اینمی 3 عامل است که این طفل شخصیت شد تا 8 سالگی مکمل بسته میکنه و شکل میده، و بعض صفات مثلا وفاداری، هوش، ذکاوت، اینا تمامش برمیگرده ممکن به وراثت یک مقدار نقش داشته باشه، اما زمینه‌ای عوامل بیرونی محیطی تمام اینا نقش داره. و یک عامل دیگه که من فراموشم نشه، شیوه بزرگ کردن و پرورش طفلم خیلی رول داره. مثلا یک طفل که به دنیا میایه، ای که چگونه بزرگ شود، تحت چی شرایط، رفاهش، آسایشش، شیوه پرورشش، حتی مواد مغذی که او مصرف میکنه، تمامنش رول داره. در یک آخرین تحقیقی را که من خواندم امروز، اگر پوشک بچه 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت بیشتر بونه، باعث این میشه که در آینده ها در دراز مدت سبب عقب مانی ذهنی یا کمکاری ذهنی شود. یعنی تا این حد هم رول داره. بله. پس قطعا شیوه پرورش، رفاه، آسودگی بالای شخصیت طفل یک رول مثبت و بسزا داره. این عوامل در کل دست به دست میده و یک شخصیت طفل تا 8 سالگی گفتیم تشکیل میده. بله، بسیار عالی آقای واجد. خب حالا خانواده ها، والدین چگونه رفتار با کودکشان داشته باشن؟ که ببینین، من میخوام بسیار عام‌فهم برای خانواده های عزیز که مخاطب ما هستن، این را بگویم که 99%
رفتار با طفل، با کودک و حتی با نوجوان و جوان در جوامع سنتی و در جوامع نظیر کشورهای مثل افغانستان غلط است، نادرست است. و به یک استدلال داریم، یک استناد داریم، دلیل میگیم به خاطری که ما فرزند خود خوب تربیت کنیم و رفتار درست و حسنه امراج داشته باشیم، اولتر از همه ما باید خودمو یک شخصیت کامل آرام و یک جامعه آرام داشته باشیم که این چیزها رو متاسفانه ما نداریم. در یک جامعه پرتنش، متشنج و جنجالی ما زندگی میکنیم که سر و صدا از گل و صبح است تا شام. در یک خانواده، در محیط کار، در همه جا از در و دیوارش تنش و جنجال و استراب میبره. قطعا این رول داره و ما نمیتونیم که ملامت بکنیم والدین، نمیتونیم ملامت بکنیم جامعه، اما راه حل‌هایی هم داره. اگر از لازم روانشناسی و بلخص روانشناسی تربیتی ما به این مسئله نظر بندازیم که چی قوانین و قواعد یا چی دستورالعمل‌های را ما پیروی بکنیم تا یک طفل خوب بتانیم و جامعه تقدیم کنیم، ما او را برای دوستا یک و یک، اگر که پدر، مادر، خانواده، هر کسی که حداقل یک لحظه هم در قبال فرزندش احساس و مسئولیت میکنم، میتونه این را نوت بکنم. اولین چیزی که در تربیت فرزند مهم است و ما امروز باید او را رفتار کنیم، قوانین، مقررات و اصولهایی که ما برای او در زندگی میگذاریم، او باید متناسب با توان از او باشه و متناسب با اونمو خانواده و شخصیت خود ما باشه. فرض مثال برای شما میگیم، یک کوالیتی یا یک کار، مثلا ما به طفل خود میگیم که بچیم تو سیگرت چیز بد است، خب باز نمیشه که ما اون سیگرت بریم در پیشونی طفل خود اسموک کنیم یا بزنیم، این غلط است. این نمیست که این طفل کنجکاو میشه، این طفل یک حالت در ذهن شکل میگیره وقتی که پدر ما، بزرگ ما یا همون فامیل ما یک چیزی که بد است، خیلی چون رو ای بدی را برای ما بد میپنداره ولی برای خود خوب میپنداره. پس این را ما باید بگیم در اولین نکته، پدرها و مادرهای عزیز، خانواده های محترم، خواهرها و برادرهای بزرگ، برای خواهرتان، برادرتان، فرزندتان اگر یک مقرره میمونین، اگر یک قانون میمونین، کوشش کنین که اول سر خود تطبیق کنین. بله. اگر در یک خانه ما میتونیم که اول میگیم سلام داده شوه، باید ما اول خود ما سلام بدیم. اگر ما میگیم که در یک جای بلند صحبت نشه، ما اول باید خود ما آرام صحبت کنیم. دومین نکته را برشان میگم، کنجکاو هستند طفلا، این را بفهمین خانواده، مادرای عزیز، پدرها بالعکس کم حوصله می باشند بسیار در هر ببین او طفل که سوال نکرد، گپ نزد، او تکلیف داره. این باور بکنین که او طفل که منزوی است، او طفل که گوشه نشین است، او مشکل داره، او را باید دکتر ببینه. او طفل که سوال میکنه، او طفل که کنجکاو است، او سالم است و شما باید عوض از این خوشحال باشین. در خانواده های ما کنجکاوی طفل مکمل مثل یک تابوس، یک بلاس، تا اشتو گپ میزنه، سوال میکنه، او را در جا ساکت میسازن. این غلط است. ببینین شما وقتی همی جورنال های بین‌المللی را میریم میبینین و همی آپدیت شده ترین و آخرین مقالات هم، یکی از اون نکات اینه میست که طفلتانه کنجکاو بار بیارین، نه تنها که کنجکاوی از او را سلب نکنین، این خاصیت انسان است، سوال میکنه. بله. و ما باید برای نمیتونیم از این عبا کنیم یا از این شانه خالی کنیم که ولی اشتو که از بسیار گپ میزنه. نه، ما باید به او جواب قانع کننده را کنیم. گپ سیوم، باید بر اونا ما یک سری ارزش ها در زندگی تعریف کنیم، از او جمله که خانواده چی است، محیط بیرون، داخل، معنویات، مادیات، برای تمام اینا ما باید تعریف داشته باشیم. ارزش ها را، خطوط را برای اولاد ما رسم کنیم که او در این جامعه با افراد نامتعادل و متعادل زیاده نشست و برخاست میکنه. اگر او نفهمه که چی است و ارزش ها تعریف شده نباشه برش، قطعا او با یک بحران هویت سر میخوره، با یک سردرگمی مطلق. یک نکته دیگر هم باید بگویم که متاسفانه امروزه در جوامعی که ما زندگی میکنیم یک مسئله است به نام جرأت و شجاعت. چرا اکثرا طفلا در افغانستان یا در اکثریت جوامع، سلام ما جامعه خود نمیگیم، جرأت طفلکا سلب است. یک طفل بیر پیشوری پنج نفر گپ زن نمیتونه. ما وقتی زمانی که تحصیل میکردیم، درس میخوندیم، در مکتب بودیم، ما یک چیز به نام انانس داشتیم و می سر فایل و سنف اینا
یک دو در صنف 50 نفر دو نفر شاگرد میتونست که بیشتری 50 نفر گفته چرا 48 تا دیگه اشته میتونن، چون که اونا از بین خانه سرکوب میشن، چون که نه تنها ما با اونا جرأت نمیتیم، جرأت از اونا سلب میکنیم و اینمی قسمت است. ببینین روانشناسا زندگی طفل، شخصیت طفل مثل یک تابلوی سفید مجسم کردن و پدر و مادرها را نقاشا. اگر این نقاش یک نقاش هنرمند باشه، یک نقاش خوب باشه، یک نقاش که بفهمه که در کدا تحت چی گونه سکیچ کنه و چی گونه کدام رنگه با چی میزان غلظت در کجا به کار ببره، خب قطعا که یک فرشته ترسیم میکنه. اما اگر اینا نتونه، خود اون تخته سفید است و نیم یک دانه پدر مادر است که نه بلد است قلم گرفتن چهار داره، یک بالاخره یک هیولا رسم میکنه ایلاش میده در جامعه، گونمو گریبانگیر ما شما کلگی و سباز خود از اون پدر مادر است. فلهازا جرأت نباید از طفل سلب شود، جرأت برش باید داده شود. الگوی رفتاری بر طفل خوب است، قطعا خوب است و الگوگیری شود اگر پدر است، اگر هر کس است. اما یک چیزی که دگام در ما ایره خودم تجربه کردیم در خانواده در زندگی، ما خیلی مثال های بیجا میدیم بر فرزندای ما و با این نمی مثال آوردن های بیجا جرأت اینا را که سلب کردیم، اعتماد به نفس از اینا از بین میبریم از همون دوران کودکی. اون از نوم وقت من نمیفهم که پدر و مادر افغانستان این در ذاتشون است یا یک مشکل است که دارند، اما هیچگاهی از فرزندشان راضی نمی باشند و نه تنها که راضی نیستند، نه تنها که سپاسگزار نیستند، دائم قیاس میکنند، دائم کمپیتیشن میکنند، دائم اینا را موازی با یک آدم نگه. بله، بالاخره یک زندگی یک انسان ما باید که زندگی کنیم تا بفهمیم که او چی مسیر پیمود تا فرزند ما بپیمایه. بله. و ما نمیداریم قطعا کلگی یک اصطلاح میان است که دنگ دنگ همه یک رنگ امکان نداره. هر کس یک نکته را ما باید بگویم برای والدین عزیز. مثلا یک دانشمند داریم به نام ارسطو. بله. یک جهانگوشاست به نام اسکندر کبیر. اما این اسکندر کبیر اگر شما زندگی چه بخوانین و ببینین، اگر این تحت تربیه ارسطو معلم وقت یونان قرار نمی گرفت، اگر این پسر فیلیپ دوم شاه مقدونیا نمی بود، قطعا اسکندر جهانگوشا نمی شد. پس هیچ وقت شما اولادایتان با یک کسی که سطح زندگی، رفاه، آرامش، آسایش، دانش، تحصیل و درک پدر و مادرش با شما یکسان نیست، قیاس نکنید. نکته دیگه، برای اطفالتان کوشش کنید که اولتر از همه وجدان و معنویات تعریف کنین. بله. و برای اینا آهسته آهسته در زندگیشان امتیاز قائل شوین، از اینا سپاسگزاری کنین. اینا را مثلا ما بیشتر مواقع سر خوردیم، طفل از بسیار شوخ است، بسیار پرخاشگر است و او با پدر و مادر یک کینه و یک عقده داره و او میگه که من هرچی میکنم پدر و مادر مرا قبول نداره، حرف مرا گوش نمیکنم و اون اون چیزی که پدر و مادر میخواه من نمیخوام، این غلط است. بعد طفلایتون در زندگی انتخاب هدف یاد بده و با این طفلا قسم رویه بکنین که زندگیشون و اهدافشون رو به بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم کنین و در هر هدفش شما دست اینا رو بگیرین. یک معضل دیگه امروز در جامعه و در جهان امروزی در مجموع ایجاد شده، یک مسئله به نام ترس. اگر که شما میخواین که از فرزندتون یک گل بسیار زیبا بسازین، اولین چیز از باد و باران و طوفان و نور آفتاب اینا نترسانه میره، بلکه اونمو ترسه برشان تعریف کنین و باز او استراب از دلشان بیرون بیاره. بله. اما یک پدری که خودش سراسر استراب است، یک مادری که خودش سراسر استراب است، سراسر ترس است، کجا میتونه که یک فرزند نترس بار بیاره؟ کجا میتونه که یک فرزند سالم بار بیاره؟ من براتون وقتی بحث ترس و شجاعت میه، ما باید بگیم که یک مسئله هم عماقت است. ایتو نمیشه که ما بگیم که اولاد ما رو دبان بالا کنیم با زینه از زیر پاش وارد داریم که ترسش گم شود. نه، او رقم نیست، همه دستش رو بگیریم. بله. پتا 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 منزل به منزل. و یک چیز دیگه که برای اطفال باید ما بیاموزانیم و این بیشتر الگوی رفتاری داره، صبوری است، صبر است. پیش از اینکه روزگار، زمان و زندگی به طفل ما انتظار کشیدن بیاموزانه، صبر کردن بیاموزانه، ما باید خود ما
به فرزند خود. ما یک مسئله را باید به صراحت بگویم که این یکی خب پاداش میتین مطابق به توانتان بتین، پاداش مطابق به خانواده و مطابق به خواهر و برادرش بتین. هیچگاهی و هیچ وقت طفلتان اضافه تر از نیازش برش کار نکنین. هیچگاهی و بگذارین که یک مدت زمان به خاطر رسیدن به اون مزیت، اگر تحفه است، اگر که یک چیز دیگه است، اگر یک موفقیت است، بر طفلتان شما باید ایده بیاموزونین که یک مدت زمان نیاز داره. تمرین صبوری برای طفل خیلی مهم است. اگر که این طفل صبور نشه، از امیاله و ما برازی، اگر او یک دانه قلم خواست ما یک درجن قلم بگیریم، اگر او یک دانه کتابچه خواست ما یک کارتن کتابچه بگیریم، اگر او یک دانه بیک نیاز داشت ما یک کانتینر بیک بگیریم. این نمیست که او ارزش قلم را نمیفهمه، او ارزش کتابچه را نمیفهمه، او ارزش بکس مکتب را نمیفهمه. فلحاظا ما این گپا را باید برای طفل خود بیاموزونیم. یک چیز دیگه باید بگویم، اگر میخواین که آینده خوب داشته باشه خودتان و طفلتان، باید حق انتخاب بدیم. اگر که ما حق انتخاب ندیم، اگر که ما فرزند محدود بکنیم و این را منحصر بسازیم به خود ما، ببینیم یک انسان خدا خلق کرده بر اتبابت، ما نمیتونیم اون را تغییر بدیم. اون نیست، گفتم اساسی ترین عامل ژنتیک است. بعضی چیزها در ذات سرش چیش است، اما پدر از این انجینیر است، میخواهی که بچه انجینیر شوه. نمیشه اونم انجینیر نمیشه که خدا ما بکشیم توتا توتا کنیم. اونم شاید امروز انجینیر شوه، اما انجینیر خوب نمیشه. و در اون مسلک رشد ناقص الخلقه داره، چون در اون رشته را دوست نداره دیگه. خب وقتی به یک چیزی که علاقه نداشته باشی قطعا از اون فرار میکنی. بله. این نمیست که از اونم دوران طفلیت ببینید باید ما به طفل خود حق انتخاب بدیم. مثلا این غلط است که بچه دکتر باید دکتر شوه، بچه پلیس باید پلیس شوه، بچه انجینیر باید انجینیر شوه، بچه معلم باید معلم شوه. غلط است. این کاملا اینمی عرفم غلط است، اینمی اصلم غلط است. شما امکانات برش فراهم کنید، درس سرش بخونید، تحصیل سرش بکنید، هر آن چیزی که انتخاب کرد کمکش کنید، بفهمید که دونمو بخشی که این آدم استعداد داره او به اوج خود میرسه، به عالی ترین مدارج میرسه. اگر دکتر است یک آدم استعدادش داره، کسی مانع رشد شده نمیتونه، ایره مطمئن باشید و او میرسه به او اوج. بله. اما اگر شما ایره سوق کنین به انجینری، به انجینری برین، اونمو آدم انجینر میشه، اما یک انجینر شاید شبه که فردا روز بر عدم غفلت از او از آن نفر جان خود از دست بده. پس یک مسئولیت خطیر است. یعنی میگم که حق انتخاب در زندگی اولادتان محفوظ بدارین. یک سوالی که شاید همین اکنون پیش خیلی از خانواده هم در ذهنشان خلق شده باشه، این هسته که بعضی کودک ها در همون سن خورترکی که دارن خیلی پرحرف میباشن، این علت پرحرفیشان چی میتونه باشه؟ ببینین این هم از لحاظ فیزیکی اگر ما و از لحاظ بیولوژیکی ببینیم، بعض اطفال انرژی مازاد بیشتر دارن، یعنی زیاد حرف میزنن، این پر انرژی هستن یا موتیویت هستن، با انگیزه و با هیجان هستن و این خوب است. من بیشتر هم گفتم طفل که گپ نزد بفهمین که مشکل داره. طفل که گپ میزنه الان کمی زیادش به کنار، طفل که گپ نمیزنه اون مشکل داره، اما طفل که پر حرفی میکنه او بیشتر بنابر ایست که او هیجان بیشتر داره، درست است، شاید انرژی بیشتر داره. بعضی طفلا بلند بلند گپ میزنن، بعضی طفلا دیگه پرخاشگر و لجبازی. کلا امروز ما که میبینیم طفلای این زمان اصلا 90% لجباز هستن، اصلا شیوه تربیت و شیوه برخورد با طفل فراموش همه شده. ما با آیپد نمیتونیم فرزند تربیت کنیم. بله. ما با این که به مکتب خصوصی بفرستیم نمیتونیم فرزند تربیت کنیم. دامان مادر و پدر، قانون گرم خانواده، اولین معلم طفل است. بله. فلحاظ ما باید برای رفع پرخاش اینا، حتی بعد همین مسائل پرحرفی و اینا، روانشناس مراجعه کنیم. و ببینیم یک نکته دیگر هم بگویم که این نمی تمام زندگی انسان و آدمیزاد برمیگرده به یک تا 10 سال اول طفلی. اگر ما مسئولیت خود خوب ادا بکنیم در قبال فرزند، نه اگر یه آدم 100 سال عمر کنه، 90 سال دیگه ایش خیلی در آسایش پیش میره. و اگر ما که در این مرحله کوتاهی بکنیم، اونموز دیگه بازنمو 1 تا 8 سال که هرچقدر بد و خراب و نادرستی شده تکرار کرده میدیم،
تایی که انسان خودش به اونمو کمال و به اونمو اوج خود برسه که اینمی تختی سفید زندگی خوده، خودش بخیزه پاک کنه، پس از سر یک چیز زیبا رسم کنه و مو شخصیت چون وی خیلی زمانگیر است و خیلی سخت است. و یک سوال دوم کردیم، فکر کنم وقت ما رو به تمامی تمام است. تمام هست دیگه، ثانیه های فقط مانده. بر لجبازی طفلتان کوشش بکنین که تا طفلتان به لج رو آورد موضوع رو عوض بکنین. سر چیزهای بسیار پیش پا افتاده هم روی طفل لج نکنین. بس خلاص. چرا که هر چقدر که با او شما سر جدل پیش کنین، او طفل است و جدل میکنه. بله دقیقاً. خیلی سپاس آقای واجد، صحبت های خیلی خوبی را داشتین.